دو ماه به 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده. میخواستم دوباره برم سراغ نامزدهای انتخابات و با اونها مصاحبه کنم. در زمان انتخابات قبلی هم من ایران بودم و اتفاقا به ستادهای کاندیدای مختلف انتخابات هم رفتم، اما اونها معمولا به هر کسی مصاحبه نمیدن و من هم رفته بودم لابلای مردم و جوانهایی که معمولا شور انتخاباتی رو اونها به خیابونها میکشونن. بخشی از این فیلم رو با هم ببینیم تا بعد بریم سراغ همین جوانها که موضوع اصلی برنامه اونها هستن. جو اینجوریه. شما هم بخاطر جو میخوای رای بدی؟ نه رای نمیخوام بدم. رای نمیخوام. بهتری نیست. شاید استرالیه. این شبیه حرفاشونه دیگه. شما چی؟ شما چی؟ من که اول رأی چهار تا از بعد از انتخابات به جای گل، گلوله نصیب همین جوانهایی شده بود که دوباره به خیابونها اومده بودن، اما این بار برای اعتراض. تا به حال آیا اصطلاح کف خیابونی رو شنیدین؟ مسئولین زندان معمولا به کسایی که در ایام اعتراضات انتخاباتی به صورت گروهی و دست جمعی اونها رو از خیابون جمع میکنن و به زندان میندازن میگن بازداشتی های کف خیابونی. این بازداشتی ها مثل روزنامه نگارا و فعالای سیاسی شناخته شده نیستن و معمولا تا مرگی برای این قشر از معترضان رخ نده در صدر خبرها هم قرار نمیگیرن. به تازگی احتمالا شنیدین یکی از کسایی که در اعتراضات پس از انتخابات 88 زخمی شده بود در بیخبری جانش رو از دست داد و به همین دلیل او رو هم البته بعد از مرگ ما در رسانه ها دیدیم و نامش رو شنیدیم. حسن میرزاخان کسی بود که در درگیری های حوالی خیابون ونک گلوله به کمرش نشست و او هم روی ویلچر، یعنی 3.5 سال قطع نخاع و فلج زندگی کرد. و اما نهادهای امنیتی بعد از مرگ حسن میرزاخان سراغ خانوادهش رفتند و او رو بسیجی معرفی کردند و جسدش رو هم در قطعه شهدا دفن کردند، در حالی که بستگان حسن میرزاخان فرزندشون رو بسیجی نمیدونن. توی این برنامه خبرساز میخوام برم سراغ همین ماجرا و اینکه چطور یک شهروند معترض در ایران ناگهان بسیجی میشه. احتمالاً نام محمد مختاری، یکی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات رو شنیدین که قبل از حضور در راهپیمایی اعتراضی 25 بهمن اتفاقاً محمد در صفحه فیسبوک خودش نوشته بود که معترض هست، اما همون روزها رفته بودم سراغ پدرش. حالا شما هم از زبون پدر محمد مختاری بشنوید که پروسه و مرحله بسیجی شدن یک جوان معترض در ایران چگونه رخ میده. دو اشدی هم زنگ میزنن، رفتم مراجعه کردم پایین دم در، دیدم 3 نفر تسلیت به ما گفتن و بعد به ما گفتن اگه میشه یه قطعه عکس از اون به ما بدیم، ما اینو جزو نیروی بسیج بیاریمش، به نفعتونه، از امتیازاتش استفاده میکنی اینا. من گفتم نه. گفت حالا شما با خانواده مشورت کنی، ما نیم صد رو نیمکت میدون میشین. من اومدم بالا صحبت کردم، هیچ کدوم قبول نکردم. اومدم پایین دیدم خودشون اومدن جلو، گفتن چی شد؟ گفتم نه، هیچ کی قبول نمیکنه. گفتم مگر چی میشه اگر قبول نکنم چی میشه؟ گفت حالا فردا مشکل تحویل جنازه و اینا میخوریم. خیلی اصرار کردم، ما زیر بار نرفتیم دیگه. اینا رفتن و صبح اومدن دیدم دیگه صحبتی در رابطه با محمد که عکس بدین و اینا نکردم. من فکر میکنم در اینجا که اینا شب رفتن تحقیقاتی که کردن وارد فیسبوک شدن، دیدن نه اگرم تازه این کارم بکنن جواب فیسبوک چی میدن. اما در موارد دیگه خبرنگارای کیهان و فارس گمان میکنن که برخی از خانواده های کشته شده ها اهل اینترنت و رسانه نیستن، برای همین با خیال راحت تری اونها رو در خبرهاشون بسیجی معرفی میکنن. کسانی مثل حمید حسین بیگ عراقی، داوود صدری، کاوه سبزعلی پور و میثم عبادی از جمله این کشته شدگان هستند که در خبرهای فارس و کیهان به عنوان بسیجی معرفی شدند، اما خانواده هاشون روایت دیگری دارند. من اصلا به خبرنگاری زنگ زدم گفتم اصلا چه کلمه بسیجی شما نوشتید؟ گفتش که نه بسیجی مظلوم واقع شده. ببین اینجوری گفتم بعد شما میدونید طبق این مطلب دیگه مثلا بسیجی مظلوم معرفی کنید، یعنی کاش این بسیجی در کنار اسم حمید نمی نوشت، چون اصلا بسیجی نبوده که بخواد بره تو خیابون با این مردم طرف شه. آقای سبزعلی پور، رسانه های نزدیک به دولت نوشتن که فرزند شما بسیجی بوده، میخواستم ببینم این خبر درسته؟ نه هنرجو بود، تو سریال بازی میکرد، تو چه اولم بود. شما با من بگین به کی برای شکایت کنیم، با من بگین برای دولت برای کی شکایت کنیم. تو بنیاد شهید هم من پرسیدن، گفتش آقا باید افتخار کنی بسیجی باشه. گفتم چیزی که نبوده من چرا بگم؟ بچه من از روز اول من گفتم بچه من یک کارمند شرکت خصوصی بوده، حالا چیزایی که کردم مثلا جزء شهدا اعلام کردن، یک کارتی هم به من دادن، گفتم خب این کارت چه درد من میخوره. پسر من بسیجی نبوده، کارگر خیاطخانه بوده. تو محلی که مردم دیده بودن من رفتم اینا پرسیدم، گفتم
بسیجی ها یگان ویژه تیراندازی میکرد به مردم. و اما احمد نعیم آبادی یکی دیگر از کشته شدگانی بود که در همون روزهای اول درگیری های انتخاباتی اسمش در لیست بسیجیان قرار گرفت، اما اطلاع رسانی مکرر خانوادش باعث شد که او خیلی بی سر و صدا از لیست بسیجی های هوادار احمدی نژاد حذف شد. ما رو قبر احمد کلمه شهید رو نوشتیم، اینو کلمه شهید رو بر نتابوندن، رفتن کلمه شهید رو فلز گرفتن پاک کردن. وقت میان از اسم احمد اینجوری استفاده میکنن، میگن ایشون بسیجی بوده، ایشون مخالف بسیج بود اصلا، نه اون بسیجا، این بسیجی که الان وجود داره. سانه جاله دانشجوی کردی بود که نه تنها بسیجی معرفیش کردن، بلکه حسین شریعت مداری در یک برنامه زنده تلویزیونی او رو نفوذی خودش در میان دانشجویان هم معرفی کرد، ولی خانوادهش این رو تهمت میدونن. بسیاری از موارد با ما تماس میگرفت و خبرهای خیلی خوبی ما میداد. کاک عزیزکم تو ارکیان یینی لبشوال یینی احتیاج رو بایینی باید رو ای تبلیغ و شاکلته احتیاج الله و احسان عدیان لبشوال بشی نبخلا خالی بسای سر و وقاره و بخلا میشه پر ربش تو احتیاج و ای را خراویت نوی بدی سان عدیان اینها همه در ایران اتفاق افتاده بدون اینکه خبرنگاران منتقد و مستقل را حتی اجازه بدن که برن سراغ این خانواده ها. تازه خود خانواده ها هم که وقتی به سختی موفق به اطلاع رسانی میشن رو احضار و زندانی میکنن. رامین رمضانی یکی از کشته شده هایی هست که آقای رسایی نماینده تهران در صحنه علنی مجلس او رو بسیجی معرفی میکنه، اما پدرش به خاطر اطلاع رسانی در مورد هویت واقعی فرزندش به 3 سال زندان محکوم شد. بشنوید صدای مادر رامین رمضانی رو وقتی که از روز بازداشت همسرش حرف میزنه. حتی به من گفت لهت میکنم، الان اینجا لهت میکنم. پاشدم ایستادم جلوش، گفتم من میایستم که منو بزنی. منو هول دادم با مش زد تو شکم من، شوهرمو بردن. البته این آخرین مکالمه ما بود. مادر رامین رمضانی به تازگی درگذشت و زندگیش تمام شد. مادران کشته شده های زیادی هنوز زنده هستند و حرف های زیادی هم برای گفتن دارند. هر هفته حکایت یکی از کشته شدگان رو در برنامه مستند قربانیان 88 از رادیو فردا میتونید بشنوید. اما این برگ کوتاهی بود از پروسه بسیجی معرفی شدن جوانان ایرانی که تا وقتی زنده هستند و زبان برای اعتراض باز میکنن خس و خاشاک و میکروب نام میگیرن، اما وقتی کشته میشن کارت بسیج هم براشون صادر میشه. آخرین کارت برای حسن میرزاخان زخمی قطع نخای انتخابات 88 همین روزها صادر شد، اما مثل او کم نیستن کسایی که در درگیری‌های انتخابات گذشته زخمی و مجروح شدن. دقیقاً زیر پل کالج بله جلوی بانک صادرات بکنم. یعنی به خاطر دارین که دقیقاً به خاطر دارین که دقیقاً چه کسایی به شما شلیک کردن، یعنی افرادی که شلیک می‌کردن رو میتونستید از نزدیک ببینید؟ بله فاصله نداشتون، 10 متر 15 متر بیشتر فاصله‌مون نبود. یگان ویژه نیرو انتظامی بود. علیرضا صبوری، شهرام خرم، مسعود علیزاده، محمد داوودآبادی و شمار دیگری از زخمی‌های پس از انتخابات به دلیل همین ناامنی‌ها ایران را ترک کردند. علیرضا در غربت و در شهر بوستون آمریکا زندگیش تمام شد. اما خانواده او و زخمی‌های دیگری که ایران را ترک کردند، حالا در انتظار نوبت دیدار با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل هستند تا شاید به نمایندگی از مجروحانی که بی صدا و گمنام در ایران زندگی میکنن بتونن مشکلاتشون رو به گوش مجامع بین المللی برسونن. اما اینکه چرا تاکنون در هیچ یک از گزارش های نماینده ویژه سازمان ملل اشاره به وضعیت این مجروحان نشده و اینکه چرا وقتی یک مجروح یا قربانی انتخابات زندگیش تمام میشه تازه مرگ او مورد توجه نهادهای امنیتی و رسانه ها و محافل حقوق بشری قرار میگیره، داوری با شماست.